بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس های ما در کنترل پنل، ما در ادامه درس های ما چه چیزا رو باید میخوانیم؟ خب ما یک فایل دیروز نوشته کردیم. قسمتهایی بود که ما خوانده بودیم دیگه نه؟ دیگه چی را خواندیم؟ فونتان خواندیم؟ ویندوز اپدیتان خواندیم نه؟ سازی رو لیست کردیم؟ هم چیزایی که مانده بود دیروز اگه لیستش کردیم کلام ها مانده امروز می خواهیم ویندوز اپدیتان که خواندیم دیگه نه؟ استاد امی زیرو خطای سرخانه خواندیم؟ نه خیلی ملاش غلط از سرخانه بعد می روی سیستم امروز امروز چی را می خوانیم؟ سیستم مین کنترل پنل قسمت سیستم هست و همچنان می توانیم سیستم شما از قسمت پروپرتیز بریم از مای کمپیوتر پروپرتیزش وارد سیستم شویم. نخست صفحه چی هست؟ اطلاعات هست. اطلاعات عمومی ویندوز تان و در کل در کمپیوتر تان نوشته هست. ویندوز ایدیشنش چی هست؟ ویندوز 7 هست. کپیرایتش 2009 هست. کپرایت حق نشر. بعد سیستم چی هست؟ منفکشرر چی هست؟ درایور پک سلوشن گرفته. چرا شون درایور پک سلوشن نصب کرده؟ مدل کمپیوتر چی هست؟ دلتیتیوت هست نه؟ از هر کمپیوتر فرق میکنه. ریتنگش از 10.1 گرفته. یه چی شد؟ گرافیکش هست. این بساس گرافیک هست. بعد پروسسر که داره پروسسر چی هست؟ گوتو انتل کور تودیو سی پیو هست که TF-4250 مدلش هست. بعد 2 گیگاهرتز دو کور داره. دو کور داره چه هست؟ 2 گیگاهرتز هر کدامش فریکونسیشون هست. انستال میموری چه هست؟ 3 جی بی. یعنی رمش چند هست؟ 3 جی بی رم داره. رم حافظه موقتی گفتیم هست نه؟ رندم اکسس میموری 3 جی بی رم داره. بعد سیستم تایپش چه هست؟ 32-bit operating system هست. آپریتینگ سیستم ها در ویندوز 7 دو نوع هست، 32 و 64. در ویندوز XP 16 32 64 هست. 16 32 64 اما در کل 32 و 64 قابل کاربرد. 32 روانم X86 میگن و 64 X64. پن ان تچ، پن ان تچ ندارم. نو پن اور تچ ان پوز اویلیبل فور دیسپلی. یعنی پن یا تچ وجود ندارم برای دیسپلی. بعد درایور پک سلوشن سپورت میشه برای ها دستچه سمارتی موبایل 091-2297-4535 نمبر ایران هست. یعنی سپورت میتونه چی تو میتونه؟ آنلاین سپورت. یعنی دستوری در اینترنت وصل باشی کدام کمپیوتر مشکل میداشته باشه باید شما را به تماس میشی اینه جور میکنه بعد مشکل تا آنلاین حل میکنه. بعد کمپیوتر نیم هست. نام کمپیوتر دستوری تحت نتور که باشه این قسمت مهم است. مثلا گفته ادمین RG LQLD GPN چه هست؟ نام از کمپیوتر هست. میخواست نام را تبدیل کنی چنج سترینگ میری چنج سترینگ. اول کمپیوتر دسکریپشن مثلا اگزمپل شاید این کچن کمپیوتر هست، ماریز کمپیوتر هست یا هر کمپیوتری که هست نامش چی میکنی؟ در ایجا دسکریپشن جزیات برش میگی نام شنوشته میکنی جزیات جزیات در بارش بیایه جزیات شد ایجا نوشته میکنی کمپیوتر چه هست. بعد اگر نتورک و گروپ هستی دستورت نتورک باشی ببین اینجا دو اپشن برد نیتر یکی ور گروپ هست یکی دومین هست. دومین که مربوط به بزنس نتورک میشه یکم بزنس نتورک و ویزیت کنک تو آدر کمپیوتر سات ور یعنی بخاطر خانه هست. بعدش چی هست؟ بخاطر خانه است. هیچ چی است؟ بخاطر تجارت در کار استفاده میشه. اما ایده چی کار میشه؟ در خانه افتاده ایتس نات ا پارت اف بزنس ورد این بخش بزنس تجارت نیست. اگر در چه بود نیکس میگی بارش مای کمپانی یوزرز یوز ا نتورک ویده دومین. اگر کمپیوتر تان دومین داشت مثلا دومین گوگل دات کام چی هست؟ یک دومین هست. در صورتی که دومین داشته باشه یا سرور برتان رو بگم عادی ترش سرور داشته باشه بگین داره یا نداره اینجا انتخابش میکنید. نیکس میگم برش باز
بعد چی میگه ضرورت چه چیزی داره ضرورت است برات یو نید دی فالوینگ انفورمیشن یعنی اطلاعات ضرورت داره یوزر نیم لاگان پاسورد یوزر اکانت دومین نیم نام دومین و ممکن بعد چیزای دیگه هم ضرورت داشت مثل چی کامپیوتر نیم و کامپیوتر دومین نیم نیکس میگه والاش خب یوزر نیم هست بعد پاسورد نام کامپیوتر چی میگیره دومینش خودش میگیره نیکس میگه والاش بعد کامپیوتر نیم کامپیوتر دومین کامپیوتر دومین هم باید ایره بزنیم چون ما تحت نتورک نیستیم نتورک تحت نتورک داشته باشیم تحت یک شبکه نیستیم اگر تحت یک شبکه باشیم باز بر شما میخواهیم ان اکتیو دایرکتری دومین کنترل ای دی سی دی فار دومین از نات بی کانتاکتد کد نات بی کانتاکت یعنی ارتباط به ای وجود نداره چون ما تحت نتورک نیستیم در صورتی تحت نتورک باشیم نکست میگیم کانکت میشه کانکت میشه بعد میخواستم نام کامپیوتر تغییر بدین از ادمین آر جی نامش چه میکنه؟ تغییر میدن یک قسمت نامش همانه هر نامی که ماندن هر نامی که ماندن اما فاصله را قبول نمیکنه فاصله را قبول نمیکنه یعنی هر نام از دیر ما میتونیم ماندن؟ هر چی ماندن مثلا احمد یعنی کمپیوتر احمد محمود هر چی که ماندن ممکن یه چی استفاده میشن؟ استفادهش تحت شبکه هست که یک کمپیوتر به صورت که بخواه به یک کمپیوتر وصل شوه نام از یک کمپیوتر را باید بفهمه تا اینکه وصل شوه هم باشه بعد دومین هست یکی ممبر آف چه هست ورک گروپ هست یا دومین در ورک گروپ میمونی چون تحت شبکه نیستی دیگه در ورک گروپ خودش میمونی ورک گروپ دومین نام دومین تنشته میکنی یا آی پی آدرس دومین تنشته میکنی مثلا نشته میکنی آی پی آدرس شوین و این شکل دو سلاش بعد 192.168.0.1 فکر که یک نتورک هست ای آی پی چه هست سرور هست در صورتی که باشم ای دی انس نیم کانتینز انوالید کرکتر یعنی کرکترش مگر چه هست اشتباه هست چرا؟ اکثرا از این استفاده نمیشه بعض جز چی استفاده میشه از این پرنتر و پرنتر ها از آی پی استفاده میشه ما ایجه مثلا نشته میکنید مثلا آریا نتورک آریا نتورک یا آریا خالی نشته میکنید بعد اوکی میگید کانکت کانکشن نیست میگه کانکشن خاطر که فاصله داریم نه کانکشن دیگه نداریم ما در کانکشن شبکه هستیم نه مور بعد پرایمری دی ان اس سافیکس اف دیس کامپیوتر یعنی پیشوند دی کامپیوتر چی باشه پرایمری ابتدایی یک پیشوند باش بده مثلا که او که یا هر چی که بود نظر به خواست خودتان اما در نتورک شما خودتان تنظیم نمیکنه در کل مدیر آی تی جایی که کار میکنه چی میکنه؟ تبدیل میکنه بعد قسمت هاردویر دیوایس منیجر است که در این قسمت هم هست بالاش کلیک میکنی دیوایس منیجر میری اینجا تمام درایور هایی که هاردویر هایی که در روی کمپیوتر نصب هست میاره در صورتی که کدام درایور از این نصب نبود علامت اخطاری هم داشته باشه وارننگ مثلا از ما بلوتوت نصب نداشت استاد نصب هست؟ نصب فعلا نصب است مگه نه نصب نبود شما که اولین بار درس بود که دادیم شما تشریف بردیم فکر کنم نصب بیروی در آقا بود که بود شما با ما درس دادیم او خواه هست بود توت هست اینجا چیز در یک درایور پریفرنش بود نمیفهم چی بود از بین رفته بود بعد جور شدم و این قسمت میتونی درایور های تبدیت کنی از بین ببری مثلا در مودم اسم میری میخوایی را از بین ببری دیسیبل بری میخواستی درایور اپدیت کردی خراب کرده درایور اپدیت کردی خراب کرده انستال میگی اپدیت درایور درایور شو میکنه اپدیت میکنه شو پراپرتیز میری جزیات شد هر کنام شد جزیات شد برد میاره یعنی معلومات میخواستی در مورد چیز درایور دیوایس های موجوده کمپیوترت هر وسیله که در کمپیوتر تو اصل است ذکر میشه و مو کاتگوریش مثلا در قسمت مانیتورز یکی هست نه بعد نتورک ادپتر سیون چند تاست سه تا برود کم دکستریم هست تاپ ویندوز ادپتر هست انتل وایرلس وای فای لینک هست یعنی دو تاش از دیفولت هست ایشام از یک تاپ شام یا تی ای پی شام از یک وی پی ان هست بعد پی سی ام سی آی ای دیوایس 02 میکرو هست چیتنم کارد ریدر پورتاش این چیز پروسرهایش دو پروسر افتیم دارانه اطلاعاتش میخواست کلام شدش قید کنی در این قسمت ها چی میتونی؟ دیوایس های تا خاموش روشن مانش خواهم
بعد در قسمت ادوانس پرفورمنس می پرفورمنس یا ظرفیت یا توانایی کمتر تا تغییر می آوردی. مثلا اینجا سه اپشن برد می تن و چهارمش چیست کستم هست. اول let windows choose what's best for my computer. یعنی که windows اجازه بده که انتخاب کنند کدام چیزی که با کمپیوتر می چیست خوب هست، یعنی کدام حالت بهتره. بعد adjust for best appearance با منظمش که بچه با بهترین شکل، شکل منظورش از شکل چیست؟ گرافیکی بهتر. بعد adjust for best performance با کیفیت بالا. ببین تمامی اپشن ها چی میشه؟ غیر فارم میشه. custom هم دلخواه، اینجا custom هم انتخاب نکنی، خود تکریپا کنی اتومات چی میشه؟ custom میشه. اینجا چی چی داره انیمیشن بتنه تا مثلا این گفت انیمی اوزه چرا صیف custom نشد؟ بله انتخاب نشد اینی رو میکنم. یه بیشتر از سیستم قید هست. خب این از سیستم قید هست. خب این روی نولت ویندوز که میکنه خودش غیر فعاله. پرفارمنس بگو تمامش فعاله است. بیست اپرنس پرفارمنس بگو تمامش غیر فعاله. چرا؟ انیمیشن از بین میبره، این حالتی که داره از بین میبره. این افلای میگه میبین خیلی ضعیف میشه گرافیک. پلیز ویندو یعنی رو با توانایی بالا آماده میسازش. اصلا تمام چرا نمیسازه دیگه؟ خب دیگه بیست پرفارمنس کرد اینه خیلی فعال. تمام یک تمام گرافیک هایی که هست، انیمیشن هایی که هست غیر فعال میشه. این چه یعنی چه از این صفحه استفاده نمیتونی؟ استفاده میشه. چرا خب؟ گرافیکش از بین میبره. خب رنگشه، رنگ و دیزاین و انیمیشن حرکت اینا که داشت تماشون رو چه میکنن؟ از بین میبرن. بعض دیگه شه بیست اپیرنسز تمامش فعال میشه. اپلای میگی برش ببین یعنی نمایش بهتر. این چی بود؟ کیفیت بیشتر و ببین تمامش چی شد؟ دوباره برگشت کردنه کستم دلخواه. حالا از این خودت انتخاب میکنی مثلا دستاب میشن فعال باشه نباشه، انیمیشن در تصویر استارت منو این قسمت ها انیمیشن داره. ببین میخواستی انیمیشن ها چی باشه نباشه، مثلا ویندوز آیرو پیک هست اینا رو میخواستی از بین ببری، اینجا آپشنش نامش نشته است، غیر فعال میکنی. بس میگم بیست پرفورمنس و بهترین کار کرد انتخاب شد. استاد انیمیشن چی منو؟ حرکت ادوانسش مگرجه از فار بیس پرونس آف پروگرام یا بگرام سروایس و پروگرام ها یا سروایس هایی که در عقب بجرا هستن، یعنی ما نمیبینیم شان کدام سروایس ها؟ این سروایس ها، این سروایس هایی که در عقب در حالت چیستن؟ اجرا هستن. از جا خاموش روشن بشن سروایس میری، این وایی که رن هست اینجا رن رن نمیشته است، وایی که ستاپ هست ستاپ نشته است. هر کدامش فعالیت میکنه خود رنینگ، هر کدامش استاپ هست استاپ هست استاپ. بعد وایی که فعالیت هستن اینجا پروسس شان میره. اینا را اگر کدام تجا اشتباه رو خاموش کنیم ممکن سیستم تانا خاموش کنیم باز دوباره اگر استارت میشه. خب یه کیفیت بچه زمانت کار برد چه با پروگرام ها یا بگراند ها باید بچه باشه؟ پروگرام ها. دیتا اگزیکیشن پریویو بس هست؟ زیاد شد؟ اصلا یکم